تب رمز ارزها سال میلادی گذشته پس از اینکه بیت کوین در نوامبر به رکورد 69 هزار دلار صعود کرد به اوج خود رسید. اخبار رسیده از ایالات متحده آمریکا حاکی از آن است که بیش از 46 هزار نفر در این کشور از ابتدای سال 2021 بیش از 1 میلیارد دلار در کلاهبرداری های رمز ارز از دست دادند. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا FTC در گزارشی اعلام کرد حدود نیمی از افرادی که از دست دادن ارزهای دیجیتالی را در نتیجه یک کلاهبرداری گزارش کردند اظهار کردند این کلاهبرداری با یک تبلیغ پست یا پیامی در یک پلتفرم شبکه اجتماعی آغاز شد. تقریبا از هر 10 دلاری که به دلیل کلاهبرداری از طریق شبکه اجتماعی از دست رفته است 4 دلار در رمز ارز بوده که بیش از سایر روش‌های پرداخت بوده است و اینستاگرام، فیسبوک، واتساپ و تلگرام اصلی ترین شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده در این موارد بودند. بر اساس گزارش رویترز، میانگین ضرری که هر فرد گزارش کرده 2600 دلار بوده و بیت کوین و تتر و اتر اصلی ترین رمز ارزهایی بودند که افراد برای پرداخت به کلاهبرداران استفاده کردند. در این باره گفتگویی دارم با دکتر محمد مهدی سماواتی، مدرس دانشگاه تهران و کارشناس ارزهای دیجیتال. سلام، درود بر شما. جناب سماواتی سلام. سلام، درود بر شما. شما بخیر. سلام علیکم. وقتتون بخیر. آقای سماواتی، آیا اساساً رمز ارزها مبنای قابل دفاعی دارند؟ ببینید، اصلی ترین ویژگی بازار رمز ارزها که همین غیر متمرکز بودنشه، فکر کنم بزرگتر ریسک این بازار هم به حساب میاد. به هر حال وقتی حالا ساختار اقتصادی متمرکز صحبت میکنید، توی ساختار امکان نظارت و حالا جلوگیری از یه سری اقدامات مجرمانه و تخلفات وجود داره، ولی توی این بازار اساسا همین ویژگی غیر متمرکز بودنش خب محل شده که گاهن شاهد هستیم که حالا کلاهبرداری ها یا تخلفات مالی بزرگ اتفاق میفته. ولی به طور کلی این تکنولوژی بلاکچین و حالا ابزاری که از اون به دست اومده به اسم رمز ارز قابل دفاع است، ولی به هر حال برای سرمایه‌گذاری دوستان باید خیلی به جزئیات اینکه این دارایی چی هست و ذاتاً ریسک اون رو به عنوان یک بازار نوظهور و یک ابزار نوظهور بپذیرن و خیلی با وعده های واهی رشد چند صد درصدی یا چند هزار درصدی وارد همچین بازاری نشن. بله آقای دکتر، چگونه ریسک سرمایه گذاری در این بازار مدیریت بشه؟ ببینید، به هر حال به نظر من توی همچین بازاری هم اگر ما اون چیزی که به عنوان بازدهی انتظار داریم معقول تعریف بکنیم و به هر حال توی سرمایه گذاری توی بازار هم وارد پروژه ها یا ابزارهایی بشیم که خب قدمت دارن، اندازه بازار بزرگتری دارن، امکان دستکاری کمتری دارن بشیم، به حال احتمال این جور خطرات برای ما کم میشه. به طور کلی هم ما باید توجه بکنیم که حد از 100 تا 10 درصد از کل سرمایه گذاریمون رو مبتلی همچین بازاری ببریم و اگر بخوام بیش از این سرمایه توی بازار ببریم اساسا ریسک این نوسانات رو هم داریم. یعنی نمیخوام بگم فقط کلاهبرداری تخلف ریسک این بازاره که خب خیلی پررنگه و پروژه هم متاسفانه تو منطقه خاورمیانه خیلی پررنگ جلوه داده میشه و گاهن ضررهای بزرگی هم به مردم زده، ولی خود همین بازار اساسا خیلی پرنوسانه و من احساس میکنم دوستان اگر با دانش بیشتر و با آشنایی و علم به این ریسک وارد بشن بتونن ریسک بیشتری در واقع ریسک رو مدیریت شده داشته باشن و جلوی زیان احتمالیشون رو بگیرن. تشکر میکنم آقای دکتر. محمد مهدی سماواتی، مدرس دانشگاه تهران با ما بودند.